بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی می خواهم که پاکت خط بسازم یا انولپ که به آدرس های مختلف بتانیم مکتوب یا استلام یا هر اسنادی که می خواهیم روان کنیم روان کرده بتانیم. به این منظور آغاز میکنیم کار اسمت start mail merge و این بار از انولپ آغاز میکنم و وقتی که انولوپ رو من سلیک کردم دیالوگ میه و اندازه انولوپ رو باید سلیک کنن که چی اندازه هست. نظر به اندازه هر انولوپ سایز های مختلف بخواد داره که باید سلیک کنن. متنی که در قسمت آدرس انولوپ هست، دلیوری آدرس و ریترن آدرس هست با کمک فانت میدن تغییرات بیارن، یعنی نسبتا سایز باشن بتین بولد تالگه که میسودن و ادامه. و اگر خواستم موقع چه تغییر بتین میتونین اسمت لفت و تاپ قیمت را درچن و تغییرش بتین. دو ادرس در اینجا وجود داره، یکی خو دلیوری ادرس هست، یکی ریترن ادرس هست که شما در روی سکرین دارین و اگر تغییرات میارین میتونین بسیار براحت ببینین که چطور ادرس یا در کدام موقع قرار گرفته میتونین. و این شکل ریترن ادرس هم میخوام نسبت به اسمت بالا کم فاصله باشم بتم که در روی اسناد خوب تر دیده شود. و میتونم در قسمت پرینتینگ آپشن ببینم که شکلی پرینت میشه، قسمی که در انولوپ شما خوانده بدین و فقط بپرین اوکی درج میکنم. آدرس خود ما شما که نشته کرده بودیم تیج هست، مگم آدرسی که روان کنیم یعنی دلیور کنیم هنوز نشان نشده که نیاز به نشته کردن است. به این منظور میریم در قسمت سلیکت ریسیپین و حال استفاده میکنیم تایپ ا نیو لیست، چون همه چیز خود ما نشته میکنیم پس تایپ ا نیو لیست. در تایپ نیو لیست متوجه میشین که ما عناوین مختلف در اینجا داریم، میتونیم خانه پوری کنیم، عنوان یا مستر و مسز، فرست نیم، لاست نیم، کمپنی نیم تا به آخر درج کردن میتونیم. و همچنین میخواییم بفیلن ایره کودا بسازم، کالمهاشو میخوایم تغییر بتم بفیلن کستمایز کالمز میبرم. و مواردی که ما شما نیاز نداریم هر یکی رو از بین میبرم، مثلا لاست نیم ده فرم ما کار نیست، من ایره دریت میکنم. یه صف شما میتم خب آدرس 1 سیز آدرس 2 رو کار ندارم، دلیت استفاده میکنم، اینو پاک میکنم. این شکل state هم پاک میکنم از اینجا، دلیت زیپ کود ما کار ندارم، دلیت country or region باشه، home phone باشه، work phone و ایمیل ادرس چون کار ما نیست ایرا هم دلیت کردم میتونم. و اگه اختیار خودتون هم فرض مثال ایمیل ادرس من پاک کردم چیز دیگری میخواستن اضافه کنین پس اد برین و خودتون اضافه کنین، مثلا فادر نیم نشته کردم میتونم اختیار خودتون. و خیلی خوب فرض میکنیم دیگه ما نشته میکنیم last name و حال که last name رو درج کردیم میخوام بعد از first name باشه، پس با کمک move up میتونم بعد از first name last name درج کنم دیگه بیرم. و در آخر چون من ایمیل پاک کرده بودم دوباره ایمیل نیاز است، پس add میرم و دیگه نشته میکنم ایمیل. و اگر در قسمت تغییرات نام میارین یا چیز نامش تغییر میتین پس مثلا country or region نشته است، من فقط میخواستم country باشه، در این نیم میرم region شا پاک میگنم فقط country کافی است، اوکی رو درج میگنم. و حال اوکی دیگه که تطلیه که ما میخواییم دیجا هم باشه و حال هر یکی را خانه پوری میگنیم. بعد از یک معلومات نشته کردم فقط تایپش میگنیم موضوع آتی که نیاز است، در قسمت تایتل مستر و میسز و میس نشته کردم، فرست نیم نام و در قسمت لاست نیم تخلص ها را نشته کردم، در کمپنی نیم باز کمپنی نیم هایی که بود خود کابل رو نشته کردم، ادرس منانم از دلخواد و دیگه موقع در مختلف هم نشته کردم. و اگر بخوایم که اگر دیف ناو نشته کنم پس نیو انتری رو سلیکت میکنم و اگر کدام انتری اشتباه هست یا دوبلیکیت شده دیرید انتری رو درست کردم میتونیم تا یک ردیف پاک کنیم بخیر. بعد از اینکه معلومات نشته کردین حال بخاطر محفظ کردن اوکی را استفاده میکنم و فایل میتونیم که یک نام باشم بتین به فیلن میگیم که به نام فایل سیو میکنم به نام officer info و حال سیو درش میکنم تا معلومات سیو شد.